در این آموزش میخوایم بررسی کنیم ابزار دیگه‌ای که به عنوان سلکشن میشناسیمش و سومین ابزار سلکشنی در نرم افزار فتوشاپمون هست و چهارمین ابزار در جعبه ابزارم. طبق آموزش‌های گذشته باز میگم روش که روی اون آیکون که وایسیم میبینیم یک پیش نمایشی میتونیم ببینیم از انجام اون ابزار در نرم افزار فتوشاپ. من روش راست کلیک میکنم تا زیر مجموعه های این ابزار رو با هم دیگه ببینیم. در این آموزش میخوایم اولین ابزار که به اسم Object Selection Tool هست رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم چه کاربردهایی داره و کجاها میتونیم ازش به نحو احسن استفاده بکنیم. من این ابزار رو سلکتش میکنم، یعنی انتخابش میکنم، همون جوری هم که روبروش کاملا مشخص هست، حرف W رو داره نشون میده، پس شورتکاتش توی صفحه کیبوردمون حرف W هست. من اینو انتخاب میکنم، همون جوری که توی آپشن بارش داریم با هم میبینیم توی همون قسمت ابتداییش این سلکشن های قبلیمون یک سری المان هایی وجود داره که توی همشون داره تکرار میشه که در آموزش‌های قبلی هم که درباره‌اش کاملاً صحبت کردیم. الان امکانی که این ابزار داره بهم میده دو جور من میتونم ازش استفاده بکنم. یکی این که بیام توی تصویرم اون ناحیه‌ای که میخوام سلکت بشه رو خودم کادرش رو مشخص بکنم و ثبت میکنم پروسس نرم افزارم تموم بشه تا این سلکشن رو بهم بده. کنترل دیمو میزنم که دیسلکت بشه. یه جور دیگه‌ش هم هست که من میتونم بیام تو خود آپشن بار اینجا سلکت سابجکت رو بزنم، یعنی هیچ ناحیه‌ای رو واسش مشخص نکنم و در جا الان بیام سلکت سابجکتم رو بزنم و وایس هم ببینم خود نرم افزار چه پروسسی میکنه و چه ناحیه‌هایی رو واسم انتخاب میکنه. همونجور که میبینید خودش تشخیص میده آبجکت هایی که توی تصویرم وجود داره و من میتونم حالا تا یه حد زیادی بهش اعتماد بکنم و بذارم خود نرم افزار این انتخاب رو واسم انجام بده. نکته هایی که الان به وجود میاد، من کاملا زوم میکنم اینجا ببینید یک سری باگ هایی وجود داره که نرم افزار نمیتونه تشخیص بده، یعنی این سلکت سابجکت یا این ابزار آبجکت سلکشنمون خیلی ایدئال میتونه نباشه واسمون و خیلی جاها حتی میتونه اذیتمون هم بکنه. ببینید الان این ناحیه ها رو واسه من نگرفته، یعنی تشخیص نداده که اینجاها هم جزو آبجکت هم هست و باید جزو سلکشن هم قرار بگیره. توی قسمت مودش من وقتی این پنجره کرکری رو باز میکنم دو تا حالت وجود داره، یکی لسو، یه نوع هم که رکتنگل یا همون حالت مربع و مستطیل هستش که میتونستیم سلکت بکنیم. من میتونم به صورت دستی بیام قسمت لسو رو انتخاب بکنم و به خود این سلکشن هم دستور بدم که این ناحیه هم واسه من سلکت بشه. ببینید تمام این اتفاقا داره به صورت اتومات میافته، پس من نباید توقع داشته باشم که خیلی دقیق یک سری جاها رو بخواد واسه من تشخیص بده. ولی ما ابزارهای سلکت گذشته رو با همدیگه بررسی کردیم و خیلی راحت میتونیم توی نقطه هایی که مشکل به وجود اومده بیایم سلکتمون رو اصلاح بکنیم. نکته‌ای که من همیشه میگم اونم اینه که هیچ ابزار فتوشاپی به تنهایی کامل نیست، یعنی اینجوری برآورد نکنید که یه دونه آبجکت سلکشن دارین استفاده میکنید پس تا انتها هم باید از همین استفاده بکنیم و بریم جلو و کارمون ایدئال بشه. نه، اصلا اینجوری به قضیه نگاه نکنید و باید شروع بکنید به ترکیب کردن ابزارهایی که تا الان با همدیگه صحبتشو کردیم و یاد گرفتیم. پس روی یک ابزار تکیه نکنید خواهشن و شروع میکنیم به ادیت کردن. حالا تا اینجا در رابطه با سلکشن ها صحبت کردیم، سلکشن ها میتونیم به راحتی الان ادیت بکنیم. من الان میتونم با یک ابزار دیگه سلکت بیام ناحیه هایی که جا مونده رو دارم اصلاح میکنم، الان میذارم رو حالت کم کردن و این ناحیه‌ای که از کادر من زده بیرون رو شروع میکنم به اصلاح کردن. ببینید به همین راحتی. ولی خب اون بیس اولیه و ابتدایی کار رو آبجکت سلکشن به هم داد و خیلی خوبم سلکتش کرد، فقط یک سری جاهایی که موند و من دارم شروع میکنم به اصلاح کردن.
بریم توی چند تا عکس دیگه هم شروع کنیم بررسی کردن این آبجکت سلکشن. ببینید من همچنان روی آبجکت سلکشن هستم، به صورت دستی این کارو نمی کنم، میام این بالا سلکت آبجکتشو میزنم تا بتونیم ببینیم که نرم افزارمون دقیقاً چی کار داره انجام میده واسم. ببینید به همین راحتی دور تا دور کاراکترمو سلکت کرد و توی یک سری عکسا که کنتراست پیکسل هامون با هم دیگه کاملا متفاوت هست، یک بک‌گراند توسی داریم و کاراکترم که کاملا کنتراست رنگی داره با بک‌گراند و خیلی هم جدا هستش. نکته هایی که به وجود میاد الان ببینید توی همین سلکت من این ناحیه الان سلکت نشده، من چجوری میتونم اینو بیام بهش اضافه بکنم در صورتی که نمیخوام ابزارم رو عوض کنم؟ فقط کافیه بیام همین لسو تول یا همون رکتنگلش رو انتخاب بکنم و اینجاها رو شروع بکنم به اضافه کردن به سلکشنم و صبر میکنم تا ببینم چه اتفاقی داره میفته. نکته ای که اینجا وجود داره، ببینید ما داخل سلکتمون باید یک ناحیه رو به سلکتمون اضافه بکنیم، چون داخل سلکت هست من وقتی اینو میذارمش روی اد لیر و اینجا میکشم، چون داخل سلکتم هست دیگه، پس اونو تشخیص نمیده. من باید عملا اینو از توی سلکتم کم بکنم این ناحیه رو. چجوری باید کم بکنم؟ وقتی مثلا من اینجا رکتنگلم رو انتخاب کردم فقط کافیه کلید آلت رو نگه دارم. ببینید رو خود موسم اگه نگاه بکنید الان مثبته، آلت رو که نگه میدارم میشه منفی. پس من آلت رو نگه میدارم میگم این ناحیه رو از سلکتم کم بکن. به همین راحتی من میتونم شروع بکنم به اضافه کردن اون ناحیه هایی که نرم افزارم تشخیص نداده. باز همینجوری که داریم اینجا میبینیم یک سری باگ هایی به وجود میاد که با ابزارهای دیگه سلکشنم من میتونم شروع بکنم به اصلاح این ناحیه ها. پس آبجکت سلکشن میاد ناحیه ها رو به صورت حالا کلی تشخیص میده و من میتونم کامل بیام یک سری جاهای دیگر رو شروع بکنم به اصلاح کردن توی کارم. این قسمت اد کردن و کم کردن سلکشن ها خیلی واسم مهمه و فقط هم با تمرین میتونین این کارو درست انجام بدین و کاملا دستتون میاد که کدوم ناحیه ها رو باید کم بکنید و کدوم ناحیه ها رو باید اضافه بکنید. یک سری تنظیماتی اینجا وجود داره توی آبجکت سلکشن هم، تا اینجا که کاملا متوجه شدیم که چه اتفاقی داره میفته و اینم که باز میکنیم و به صورت دستی میتونیم یک سری ناحیه ها رو بهش اضافه بکنیم و یک سری ناحیه ها رو ازش کم بکنیم، تو حالت اد کردن، تو حالت کم کردن و تو حالت وجه اشتراک گرفتن از سلکشن. سه تا تیک ما اینجا داریم که بخوایم اینا رو اگه بررسی بکنیم، من از آخری اگه بخوام بهتون بگم، آبجکت سابسکرایب دقیقاً میاد این تیک معمولاً توی 99% مواقع باید باشه. ببینید همونجوری که من روش وای میستم توی فیلمش هم داره به هم نشون میده، دقیقاً مثل این ناحیه‌ای که من اومدم بهش کم کردم، اینو خیلی دقیق‌تر میتونه تشخیص بده. یک بار دیگه من روش وای میستم تا این فیلمو ببینید. ببینید وقتی این تیک فعال باشه شما میتونید یک انتخاب دقیق‌تری داشته باشین، مخصوصا جاهایی که جا مونده از تصویرمون. پس ما اینو میذاریم 100% مواقع این تیک همیشه فعال باشه. تیک بعدی که وجود داره به اسم اوتو انهانس که خیلی هم مهم هست، ولی خب تشخیص دادنش یه ذره سخته. ببینید من اینجا اگه زوم بکنم میبینید که چه اتفاقی افتاده اینجا. اگه این تیک نباشه و من بخوام سلکتم رو انجام بدم، یه ذره بدتر از این چیزی که دارم میبینم به قول معروف واسم سلکت رو انجام میده و اون چسبندگی که به تشخیص پیکسل های رنگی متفاوتی که توی عکسم وجود داره، اگه این تیک نباشه خب دقتش کمتره. پس این دوتا تیک رو ما توی تقریبا 99% و 100% مواقع میذاریم بمونه توی کارمون و
این طرف ما یک لایه بیشتر نداریم، پس اگه این تیکو من بزنم و سلکت سابجکت همو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی همون خروجی سری قبل ما خواهیم دید و عملا انگار که هیچ تأثیری واسه ما نداشته. چرا؟ چون که من یک لایه بیشتر ندارم. بر فرض مثال من الان میخوام برم توی این کارم، شما این سمت رو نگاه کنید ببینید این کار من از چند تا لایه تشکیل شده و من میخوام الان این کاراکترم رو شروع بکنم به سلکت کردن. تیک سمپل آل لیرم هم میزنم و میام به صورت دستی کاراکترم رو میخوام انتخاب بکنم. همونجور که داریم میبینیم این میاد از تمام لایه های من شروع میکنه به انتخاب کردن. یعنی چی؟ یعنی خودش تشخیص میده من اینجا نگاه کنید هیچ لایه ایمو انتخاب نکردم، ولی وقتی این تیکو من نزنم و الان سلکت سابجکتمو بزنم ببینید چه اتفاقی داره میفته. عملا داره اون ماشین منو تشخیص میده که به عنوان آبجکت اصلی هست و کاراکترمو اصلا هیچ کاری نداره. چرا؟ چون که من اینجا توی لایه بکراندم روی لایه بکراندم قرار گرفتم. من کنترل دی میزنم میرم روی لایه کاراکترم سابجکت سلکشنمو میزنم یا سلکت سابجکتمو و ببینید چون که روی لایه‌ام قرار گرفتم و اون لایه انتخاب هست، پس این دستور میاد روی اون لایه‌ای که ما روش قرار گرفتیم شروع میکنه به کار کردن. ولی وقتی من سمپل آل لیرمو بزنم میتونم به صورت دستی بگم از کل لایه‌هایی که اینجا وجود داره بیا تشخیص بده من این کاراکترمو میخوام، به همین راحتی. پس تیک آل سمپل آل لیر این کار رو واسمون داره انجام میده. پس حواسمون باشه یک سری جاها مجبوریم این تیکو داشته باشیم، یک سری جاها مجبوریم این تیکو حذف بکنیم، ولی توی 99 و 100 درصد کارهامون دوتا تیک آبجکت سابسکرپت رو و اوتو انهانسمون رو میذاریم باشه تو دل کارمون و ازش بتونیم استفاده بکنیم.